Δεν είναι μητώνω πια τα κάμπαζόν του. Μη θα κερμίκονω καθομίσω. با نوید خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان، جزئیات تجاوز گروهی طالبان بر یک زن در شهر کابل، گزارش مهم از ترور مرسل نبیزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان، انتقاد شدید امیرخان متقی از کشورهای غربی و آمریکا و در ادامه این گزارش، ادامه تخلیه ولسوالی های پنشر توسط نیروهای طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. وبسایت خبری صدای افغانستان گزارش می‌دهد که تجاوز گروهی طالبان بالای یک زن در کابل. با استناد به کلیپ کوتاه تصویری، گروه طالبان بالای یک دختر خانم در کابل تجاوز گروهی کردند. نوار تصویری که روز شنبه 24 جدی به دسترس رسانه‌های اجتماعی قرار گرفتن نشان می‌دهد که یک خانم با گریه و زاری مدعی است که نیروهای طالبان بر او تجاوز کردند. این خانم همچنان میگوید که پسر یک ساله نیز دارد، اما هیچ کسی نیست که به داد وی برسد. دیگه نمیتونم که حتی گم بزنم تو. میفکر میکنم که خفه میشم. از هر طرف. بعضی وقت میگه از چهار طرف رای بسته است، اما کارم رای ماش بده. اما رفته بودم که خوبش میکنم. میفهمی کار خطا است. اما دیگه رای نداشت و تنها چیزی که مانه من شد بچگه کم بود. شاید باور کسی نه بچه که یک سال است آمد بغلیم کسی عشقایش رفت کشکایش رفت نیکار نمی کنم. اگه کردم هم امروی بچه که بیا یک جایی میکشم چون نمیخوایم که اولاد ما بارن. و یک گزارش دیگر این که مرسل نبیزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان در کابل کشته شد. مسئولان امنیت طالبان در کابل تایید کردند که مرسل نبیزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان در کابل کشته شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل میگوید که خانم نبیزاده با یک محافظش در ناحیه 12 شهر کابل در خانه‌اش توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. به گفته آقای زدران در این حمله یک برادر نبیزاده نیز زخمی شده است. باید افزود که خالد زدران درباره انگیزه این حمله چیزی نگفته و افزود است که نیروهای امنیتی طالبان درباره این قضیه تحقیق می‌کنند. و گزارش دیگر این که امیرخان متقی میگوید اشغالگران مردم افغانستان را با گرسنگی میکشند. امیرخان متقی در مراسم فاتحه کشته شدگان وزارت خارجه مشکلات کنونی افغانستان را به اشغالگران نسبت داده است و گفته است که خارجی ها در گذشته مردم را با بم و حملات هوایی میکشند و حالا با گرسنگی میکشند. وزیر خارجه طالبان افزوده است که ما مسئولیت داریم و از خدا میخواهیم که مشکلات ما را حل کند. باید افزود با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کمک های بین المللی قطع شده و اقتصاد افغانستان در معرض فروپاشی قرار دارد. بعد از ممنوعیت کار زنان توسط طالبان، سازمان ملل و شماره از کشورها به ویژه آمریکا اعلام کردند که این اقدام طالبان برای مردم افغانستان و ایرانگر است و کمک های بشردوستانه به میلیون ها نفر را مختل می کند. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل اخیراً در دیدار با وزیر امر به معروف طالبان گفته است که اعمال محدودیت های این گروه علیه زنان تبعیض‌آمیز است و مانع رسیدن کمک های اضطراری به افغان ها می شود. امیرخان متقی در این مراسم گفته است که 16 ماه گذشته هیچ اداره دولتی مورد حمله قرار نگرفته و مدعی شد که این گروه امنیت را در سراسر افغانستان تامین کرده است. این مقام طالبان به حملات هوایی نیروهای خارجی در افغانستان اشاره کرده، اما در مورد حملات مرگبار انتحاری و انفجاری دو دهه گذشته که مسئولیت شماری از آنها را طالبان بر عهده گرفته بود سکوت کرده است. و گزارش دیگر از پنشیر، طالبان ده ها خانواده را از چندین ولسوالی ولایت پنشیر کوچ دادند. گروه طالبان در حدود 20 خانواده که مربوط به اعضای گروهشان می شود و شمار دیگر از خانواده های ناشناس را در نقاط مختلف ولایت پنشیر جابجا کردند. منابع محلی روز شنبه 24 جدی گزارش داده است که گروه طالبان در روزهای اخیر در ولسوالی عنابه حصه اول پنشیر
دستی کم 20 فامیل را در خانه های مسکونی باشندگان محل جابجا کردند. به گفته این منابع طالبان، شماری دیگر از خانواده های ناشناس را نیز در بعضی از مناطق پنجشیر جابجا کردند. این منابع تصریح می کنند که بعضی از خانواده هایی که در پنجشیر از سوی طالبان جابجا شدند، با زبان های محلی آشنایی ندارند و با مردم منطقه نیز ارتباط نمی گیرند. باید افزود که یک باشنده ولسوالی عنابه در گفتگو با خبرگزاری صدای افغانستان گفته است که طالبان اعضایشان را در روستاهای زمانکور، سنگنه و پاواد پنجشیر ساکن ساختند. با این حال منابع اضافه کردند که ده ها خانواده از نقاط مختلف پنجشیر در اثر شکنجه و ظلم طالبان وادار به کوچ اجباری شدند و خانه هایشان را این گروه یا قرارگاه نظامی ساختند و یا به افراد خودشان سپردند. در همین حال یک منبع دیگر به خبرگزاری صدای افغانستان گزارش داده است که ده ها تن از فرماندهان طالبان با خانواده هایشان در شهرستان آبشار خانه های مردم را غصب و از آن استفاده می کنند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خود را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.